بدین در نه پی حشمت و جاه آمدیم، از بد حادثه اینجا به پناه آمدیم. رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. کوچه ایرانیان، با درود فراوان به شما، این 30 برنامه کوچه ایرانیان و آخرین برنامه این فصل است که از نظر شما می‌گذرد. در طی این 30 برنامه کوشش شده به ویژه هم‌میهنان داخلی کشور ما در مسیر وقایع و مسائل چند میلیون ایرانی غربت گزیده قرار بگیرند. انگیزه اصلی این اقدام نیز وجود تصویر غیر واقعی از موقعیت کوچ کنندگان و همچنین عدم آگاهی رسانی توسط رسانه‌های غیر مسئول که اکثر آنها نشریات یا برنامه‌های ماهواری یا رادیو تلویزیونی لس آنجلس می‌باشد. البته باید در نظر بگیرید که تقریبا اکثر برنامه‌های ماهواری لس آنجلس جنبه تجاری دارند و اگر هم سخنی سیاسی از آنها می‌شنوید، آن هم از دید تجاری و کسب و کار مطرح می شود که قرار است به فروش اجناس آنها یا به دریافت پول ماهیانه کمک کند. به هر حال دنیای امروز، مخصوصا زندگی در محیطی مثل آمریکا که قوانین سرمایه‌داری کاملا بر جامعه حاکم است، ارتباط بین انسان‌ها هم از این امر بی تأثیر نیست و از این رو به کانال‌های ماهواره‌ای لس آنجلس هم تا آنجایی که ادعایی نداشته باشد نمی شود ایراد گرفت. و اما طی این 6 ماه ما وظیفه داشتیم با استفاده از آرشیو 35 ساله و با بهره‌گیری از بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان در آمریکا که یک بنیاد غیر انتفاعی است، شما را در مسیر وقایع 35 سال گذشته کوچ کنندگان ایرانی قرار دهیم که امیدوارم مختصری در این راه موفق شده باشیم. از این رو امروز هم برمیگردیم به نتیجه گیری از کنفرانس برلین که چند هفته است به آن توجه دارید. کنفرانسی که شما را در مسیر نابسامانی های غربت گزیدگان ایرانی قرار داد. اگر دوستان خواستار پاسخ به پرسش‌های خودشون هستن، میتونن هر پرسشی دارن آزادانه مطرح کنن. ما تا صبح در خدمت شما هستیم، به همه پرسشاتون جواب میدیم. هر پرسشی شما داشته باشید ما به صراحت پاسخ میدیم، ولی اونها که شلوغ میکنن دنبال پاسخگیری از سخنران نیستن، اونها فقط اومدن که مراسمو به هم بزنن. من در حالی با شما سخن میگم که سوگند به خون پاک مادرم، لحظه ای سینه پاره پارهش از جلوی چشمانم دور نیست. در حالی با شما سخن میگم که دوستانم، رهبرانم، کسانی که باهاشون در همین راه بزرگ شدم، در زندان هستند و از فرط پیری نمیدونم امروز و فردا خبر مرگ اونها رو هم بشنوم. در حالی با شما سخن میگم که داغ دیدم، اما وای بر من و امثال من اگر انتقام خون پاک و مظلوم پدران، مادران، فرزندان خودمون رو در برابر سرنوشت ملت بزرگمون قرار بدیم. مادر پاسدار شهیدی در مسجد فخرالدوله من رو در بغل گرفت و گریه می کرد. اینجا مادر مجاهدی من رو بغل گرفت و گریه می کرد. امیدوارم روزی بتونم دست این تو رو تو دست هم قرار بدم و فقط به فکر ایران و نجات ملت ایران باشم و این حس انتقام رو در خودم کور کنم. پاینده ایران.
wenn auch das nicht möglich ist. Thomas. Okay. من هیچ نوع انقلابی داخل انقلاب فرانسه یا انقلاب اکتبر یا انقلاب ایران که به هیچ وجه بهش اعتقاد نداشتم معتقد نیستم ولی به یک انقلاب معتقدم اونم انقلاب در اندیشه و روان انسان ایرانی به ویژه مردان ایرانی سوال من اینه که چگونه میشه به طور نهادی به این انقلاب دست زد تا پایه‌های دموکراتیک در نهادینه شدن این انقلاب در میان ذهنیت ایرانی برپا بشه و برجا بمونه یک سال دوم من یک در رابطه با اخلاق هست اخلاق دینی، اخلاق سنتی، اخلاق اجتماعی رابطه و نسبت بین این اخلاق و حقوق زنان رو در ایران چگونه میبینید؟ این درست است که بعد از انقلاب اسلامی به لحاظ تأکید بر حجاب و اسلامی شدن فضای زندگی جمعیت بزرگی از خانواده‌های دینی راه گشودند بر زنانشون و این زنها وارد جامعه شدند و یه خورده با امکانات بیشتری تونستن فعال بشن ولی چرا ما نباید ضمن این که این بخش مثبت رو گزارش میدیم یادمون بره که زنان سکولار در ایران به شدت سرکوب شدن به شدت اعتماد به نفس از دست دادن در تمام در جریان پاکسازی های تمام سالهای انقلاب زنان سکولار بیکار شدند زنانی که بعضن دارای یک موقعیت اداری بودند به خانه های خودشون برگشتن شروع کردن به مربا درست کردن سبزی پاک کردن در پارکینگ هاشون شروع کردن اینا رو فروختن ما نباید یک بخش از واقعیت رو دائما در گزارش هامون در هم مجامع داخلی هم خارجی اعلام کنیم ما باید کارنامه‌مون رو درست ارائه بدیم من اون وجه رو بهش اقرار دارم ولی محاله که این وجه رو بتونم انکار بکنم اعتماد به نفس از دست دادن رانده شدن حتی زنان سکولاری که در حال حاضر با مشقت خودشون رو نگه داشتن طی این سالها و هنوز پاکسازی نشدن از این که یک کلمه درباره حقوق زن در محافل عمومی ممکنه در محافل خصوصی بگن چیزی به زبان بیارن از ترس این که مبادا زیر ذره‌بین گزینش و پاکسازی قرار بگیرند و بعد از 21 سال تحمل از این هیئت‌های علمی اخراج بشوند مثل بید به خودشون می‌لرزند. بنابراین مادام که این بینش وجود داره هر گونه اظهار امیدواری و دستورالعمل برای اینکه زنان سکولار و زنان معتقد به حکومت دینی باید کنار هم بشینن و وایسن و شعار بدن حرف بیهوده است. ببینید در کنار جلسه به هم ریخته کنفرانس در سالن انتظار یا فویه برداشت عمومی از این واقعه چگونه است؟ اگر بی برای زدن داشتی پلوا به پا نمی کرد شما اجازه بده من پلوا نمی کنم من از حق ایشون دفاع کردم اجازه بده ایشون بیاد و حرفو بزنه ولی ایشون میخواد جلو حق بقیه رو بگیره شما با پلوا کردن سیاست به پیش میبره شما تا دیروز توجه کنید اعتراضیه در حاشیه اظهارات حمید رضا جلالی پور یکی از سخنرانان کنفرانس هاینریش بول قاتلین دیروز اصلاح طلبان امروز گفتگوی حمیدرضا جلالی پور با نشریه عصر آزادگان شماره 143 پنجشنبه انجام شده هنوز هم در ملأ عام و بیشتر مانند دفاع می کند و می گوید و شخصیت های حماسی جنبش دوم خردال است گنجی و هجاریان از دیگر اساتید هستند این بچه های قدیمی سپاه اطلاعات این بنیانگذاران خشونت و چماقداری و بساط شکنجه و ترور و اعدام در ایران آری اینها هستند الههای
اپوزیسیون مفلوک طرفدار خاتمی. اینا یه عده هستن از شهرهای مختلف آلمان، از شهرهای مختلف آلمان وارد اینجا شدن، اتوبوس گذاشتن در دورتموند، 70 مارک رفت و برگشت مجانی حزب کمونیست کارگر ایران. بیان اینجا و این بساط اینجا رو راه انداختن که مسائل و مراسم رو به هم بزنن. من به عنوان یک ایرانی کار و زندگیمو گذاشتم، اومدم اینجا، میخواستم ببینم واقعا این نیروهایی که از ایران اومدن، اصلاح طلب، اصلاح گرایان، چه حرفی دارن، چی میگن، من بشنوم و به سهم خودم هم در این بحث و در این گفتمان شرکت بکنم. این نیروهایی که به نظر من نمونه چماق و دستانش در جمهوری اسلامی ایران هم هستن، میان مراسم دانشجو مراسمش رو به هم میزنن، در اینجا اومدن این مراسم رو به هم ریختن. من به عنوان یک ایرانی از این چماق به دستان خارج از کشوری خواهش میکنم، حالا که اومدن به هم ریختن، عکسشون رو گرفتن، فیلمشون رو گرفتن، برای پرونده های پناهندگیشون اسناد مدارک لازم تهیه شد که شاید پناهندگی بهشون بدن، حالا دیگه اجازه بدن که بحث گفتمان پیش ببره. من فکر میکنم تجمع امروز اینجا برای حمایت از جنبش دانشجو و اون 15,000 دانشجویی که در زندان بود، ولی متاسفانه در اینجا ببینیم درگیری بین دو تا حزب به وجود اومده و این اصلا درست نیست و هر دو حزب میگن که ادعا میکنن که طرفدار چی ان دموکراسیه. آیا این دموکراسیه؟ آیا جز این که ما داریم با این کارمون چی رو ثابت میکنیم؟ ما این کارمون ثابت میکنیم خودمون بدتر از آخوندا داریم برخورد میکنیم. آخوند اینا چماق به دست رژیم کیان؟ انصار حزب الله کیه؟ انصار حزب الله هم مثل همینا دست و چوب میکنن میذارن تو سر مردم که خفشین. ما ولیتم حرف آزادی 15,000 دانشجو متفکر رو بزنیم که به خاک و خون کشیده شدن. من خودم یک از اون دانشجوام که الان اینجا هم. من اومدم اینجا ولی به من اجازه نداده شد که حرف خون دانشجو که در نطفه خفه کردنو بگم. دو تا حزب مرگ و توده‌ای حتی من توده‌ای قبول ندارم، ولی اونم حق داره در یه دموکراسی حرف بزنه. حتی توده‌ای، حتی کمونیست، حتی کار، همه. وقتی من میگم من دموکراسی میخوام، وقتی میگم کار، نان، آزادی، حکومت شورایی، از این شعار اونا شعار من نیست، من دموکراسم. وقتی اینو میگن حکومت شورایی یعنی چی؟ یعنی که هر حزبی، هر گروهی، هر فرقه حق صحبت داره. باید اینطور باشه. و اینجا اینا اومدن یه کاری کردن به دولت آلمان، اینا ثابت کردن که آخوندا حق دارن آقا ما رو بکشن، آخوندا حق دارن پدر ما رو در بیارن، چون ما حرف نمیفهمیم، چون ما هرج و مرج طلبیم، چون ما نعره میزنیم جایی که نماینده ما حرف بزنه. یعنی چی این کارا؟ خجالت بکشید از خون اون بچه‌ای که داره شکنجه میشه، اونی که کور شده تو زندان، خجالت بکشید از منی، خجالت بکشید که دوم ریاضی ول کردم اومدم اینجا پناهنده شدم، خجالت بکشید به خاطر اینکه معنی دموکراسی نمیفهمید. فقط که الله اکبر دموکراسی، دموکراسی کی هست؟ بیاد معنی کن دموکراسی به من. دموکراسی یعنی آزادی احساب، آزادی اندیشه، آزادی همه چیز. و دانشجوی ما به خاطر این کشته شد. اگر اومدی اینجا برای حمایت از دانشجو، بفهم حرف دانشجو چی بود، بفهم دانشجو چی خواست، برای چی کشته شد، برای آزادی بیان، آزادی قلم. و سلام. من اومدم اینجا که از نظرات کسانی که از ایران اومدن مطلع بشم و هرچند که برای اعتراضاتی که میشه نسبت به این مسئله که چرا ترکیب افرادی که دعوت شده بدون وجود اپوزیسیون در خارج از کشور بوده، این اعتراض به حقه، ولی هیچ گونه تفاهمی در رابطه با به هم زدن جلسات ندارم، برای اینکه ما بالاخره مشکلاتی رو که داریم یا بایستی با هم گفتگو بکنیم حل بکنیم و یا سیاست طرد این و اون 20 سال در جمهوری اسلامی به نتیجه نرسونده، جامعه رو به بنبست برده، اپوزیسیون ایران هم به بنبست خواهد برد. من یحیی دوانداری از طرف نمایندگی کمالا و حزب کمونیست ایران صحبت میکنم. برگزاری این کنفرانس برای دولت آلمان، جمهوری اسلامی و اپوزیسیون ایران اهداف مختلف تقدیم میشه. دولت آلمان و جمهوری اسلامی هدفشون از این کنفرانس اینه که یه چهره لیبرال از جناح خاتمی و جمهوری اسلامی نشون بدن و بخوان زمینه مساعد کنن برای دادوستد بازرگانی و به طور کلی رابطه اقتصادیشون. هدف اپوزیسیون ایران و مخصوصا چپ، نیروهای چپ و اپوزیسیون مبارز و رزمندم این است که هرچه بیشتر چهره جمهوری اسلامی و مخصوصا جناح دوم خرداد افشا بشه و به مردم نشون بدن این حضراتی که اومدن اینجا میخوان بگن، نشون بدن پیام‌آور آزادی هستن، اینا خودشون از همون دم و دستگاه هستن و میخوان برای حفظ نظام جمهوری اسلامی مبارزه کنن و هدفی غیر از این ندارن. برای اولین بار ایرانیان خارج از کشور این امکان رو داشتن که با نمایندگان
اپوزیسیون اصلاح طلب و آزادی خواه در ایران مستقیما گفتگو بکنه. تا به حال جلساتی از این گونه بوده، بعضن احزاب آلمانی و اروپایی دعوت کردن، در سطح محدودی انجام گرفته، ولی جلسات علنی و باز که همه درش امکان شرکت داشته باشن نبوده و متاسفانه ایرانی‌های قلیلی، 10% از شرکت کنندگان در این جلسه، شاید 10% هم نمی شدن، تونستن با عملیات که انجام دادن این جلسه رو به هم بزنن. همونطور که در ایران یه اقلیت 15% بقیه مردم رو ترور می کنن، در خارج کشور هم یک اقلیت کوچک از ابراز نظر دموکراتیک و استفاده از حق دموکراتیک نیروهای آزادی خواه جلوگیری می کنه. ما در اینجا امکان برخورد با اینها جز کلام نداریم و ما از برگزار کننده ها متشکر هستیم که از آوردن پلیس خودداری کردن. مسائل فکری رو با آوردن پلیس نمیشه حل کرد و ما کار طولانی با این دوستان داریم. امیدوارم دوست باشن. بعضن هم به نظر من پرداخته شده، حساب شده، با برنامه قبلی و با دستور و فرمایش آمدن. این حدس منه که امیدوارم درست نباشه. من لازم نه اول معرفی کنم خودم. من فریدون احمدی هستم از هیئت سیاسی شورای مرکزی سازمان فدایان خلق ایران اکثریت. این کنفرانس به نظر من کنفرانس بسیار خوبی میتونست باشه. ما به عنوان بخشی از اپوزیسیونه که در داخل کشور امکان حضور نداریم، در خارج کشور میتونستیم حرفای بسیار زیادی داریم، میتونستیم اینجا حرفامونو بزنیم، حرفایی که خب تفاوت داره با کسانی که در ایران، اصلاح طلبانی که در ایران صحبت میکنن، سخن میگن. متاسفانه این فرصت از ما گرفته شد و یه عده تصمیم گرفتند که دیگران چه بشنوند و چه نشنوند و این کاملا قابل تاسفه و نباید، امیدوارم تکرار نشده. کسانی که دعوت به این نشست کرده بودن حساسیت‌های ایرانی‌ها رو در نظر نگرفته بودن و از اپوزیسیون خارج کشور کسی رو دعوت نکرده بودن. در ضمن خب این کوشش نشون داد که ایرانی‌ها هنوز به اون پختگی نرسیدن که بتونن توی شرایط فعلی با این گروه با هم بشنن و صحبت کنن و خیلی البته ناامید کننده بود که چطور بخش بزرگی از هموطنهای ما که البته از شهرهای دیگه اومده بودن، تقریبا نمیتونم بگم هیچ کدوم ولی خیلی تعداد کمشون از برلین بودن، که اینها هنوز به شعارهای قدیمی و با پسگرایان خودشون وابستگی دارم و هنوز نمیخوام با هم حرف بزنم بلکه میخوام سر هم داد بکشم. من 20 سال پیش با شهلا لاهیجی تو یک جریان زنان کار میکردم. موقعی که شهلا لاهیجی اون بالا حرف میزد، هی خواهش میکرد ساکت بشم و گوش نمیدادن، برای من درست یادآور یه نشستی بود که حزب الله همین کارو با شهلا لاهیجی کردم. حالا میگم من باز گریه میگیره که اول چراغا رو خاموش کردن، بعد میکروفون رو بستن و شهلا لاهیجی در تاریکی همینطور فریاد میزد و اصلا من احساس کردم دوباره یه انقلاب دیگه است و دوباره یه حزب الله جدید اومده و اینجا داره این شلوغ. من به افراد حق میدم، همه زخمی هستن و من زخمی نیستم. خانواده دولت آبادی توی این انقلاب 16 نفر داده. این 16 نفر توشون مثل همه شما بودن. منتها من تشخیص میدم که راه حرکت در جامعه ما خشونت نیست، دیگه بسته، در یه جایی باید این حلقه بسته بشه و حتی کسانی که دست به خشونت زدن بایستی طبق موازین قانونی باشون رفتار بشه. ما نه فاشیست هستیم و نه به اصطلاح انتقام جو هستیم و نه ما بی بایستی که به مردم خودمون احترام بگذاریم و مردم ما به خودشونم احترام بگذارن و همه به یک قانونی احترام بگذارن که بتوانن بهش متکی باشن. اصل اینه و بر اساس این اصل است که من این سفرها رو گفتم. برای کی بود میگفتم؟ تحمل میکنم. برای من ساده نیست واقعا تو این سن حرکت کردن و اومدن و هواپیما رو لندینگ کردن و دوباره عوض کردن و دوباره تأخیر و دوباره قطار عقب افتادن. اینا برای من اصلا ساده، برای چی ساده نیست؟ این است که به نظر من اگر راه تفاهم باز بشه، با عقلانیت باز میشه. اگرم بنا بشه که باز نشه، دوباره اون دور باطله که دنبال خواهد شد و به هیچ جایی. برای من فرق نمی کنه که ملا دیکتاتور من باشه یا یک فوکولی، من با دیکتاتوری مخالفم و در واقع این کارم
کردم و خیلی از مردم جامعه ما این تلاش رو کردن و این فرسودگی رو تحمل کردن و به نظر من این قابل احترام ما نبایستی که به یک دیگر بی احترامی بکنیم به خاطر مسائل که میتوانیم با گفتگو. من زبان اون کرد رو میفهمم وقتی میاد پشت تریبون که از لرز نمیتونه حرف بزنه، من دلم میخواد او به یک قراری برسه که بتونه حرفاشو بزنه. در واقع من هم که در این مجموعه هستم به عنوان یک طیف در هستم، هر کدوم از اونام یک طیفی هستن و ما یک وقت باید به عنوان یه ملت اینو بفهمیم که بایستی اول با هم یه صحبت بکنیم. اقلا دیگه ما از ترک ها که عقبتر نیستیم، ولی کسانی که به هر حال جلو گفتگو رو میخوان ببندن، جلو دیالوگ رو ببندن، قابل مطالعه هستن. من فکر نمی کنم مجاهدین اینقدر حق نداشته باشن که تو جامعه ما حرف بزنن. من فکر نمی کنم فدایی ها اینقدر حق نداشته باشن که تو جامعه ما حرف بزنن. فکر نمی کنم توده ها حق نداشته باشن تو جامعه ما حرف بزنن. من آرزومندم که اینا همه بتوانن احزاب خودشون رو داشته باشن و کارهای اجتماعی سیاسی لازم رو ریخت بدن به جامعه ما. جامعه ما از بی ریختی نظم میبره. در واقع تمام کسانی که نابود کردن اومدن دفرمش کردن. ما با این دفرماسیون مخالفیم. ما میخواییم شکل پیدا بکنه. اگر این کار غلطی است و پس کسانی از این کار درست ما حمایت نمی کنن که دفرماسیون اصلشونه. ما میخواییم جامعه شکل پیدا بکنه. این بنابراین کسانی که مخالفت میکنن در جلوه جمعی از نظر من نه مجاهدن، نه توده‌ای‌ان، نه راه کارگری‌ان، نه فدایی‌ان، نه کمونیستن. اینا دفرماسیون رو میخوان و ما فرماسیون رو میخوایم. این در واقع چیزیست که فکر کنم 30 میلیون ملت ایران فرماسیون میخواد. و اما این فضایی را که شما شاهدش هستید مربوط به 14 سال پیش در برلین است. طی این 14 سال جو حاکم بر جامعه ایرانی نیز تغییر کرده و میشه گفت خود این نابسامانی و برخوردهای کنفرانس برلین هم عاملی شد تا گروه ها و بنیادهای بسیاری فرم گرفته و جامعه غربت نشین را جان تازه بدهد. 4 میلیون مهاجر ایرانی. دوم ریاضی بلکرم الان جو پناهنده شدم. این کاری رو که کردم نامشو فرار گذاشت. کوچه بزرگ ایرانیان. پس من یه موجود بیخانه هستم. آقای گنجی من نمیدونم چقدر جنایت کردی. ذوق نزن که بچت اوکی اوکی بده. من الان هم در شرایط ترور زندگی میکنم. همون روز من استعفا دادم. جهنم حکومت اسلامی نجات بده. بعد از این طلبه ها بعد از انقلاب اعدام شدن. منو توی گونی بکنن آویزون کنن با کاب بزنن. هیچ وقت کشور بیگانه وطن آدم نمیشه. از هر 4 نفر آواره یکیش ایرانیست. این 4 میلیون آینده ساز ایران خواهند شد. و اما در ارتباط با فعالیت هایی که در خارج از کشور می شود، بد نیست بدانید که این 4 میلیون ایرانی غربت گزیده طی این 35 سال جای پای خودش را در خارج از کشور محکم کرده. طی این سالها جامعه ایرانی در کلی امور تخصصی در کشورهای میزبان از جایگاه مخصوصی برخوردار شده. گذشته از اینکه در رأس خیلی از سازمانهای بزرگ و مراکز علمی ایرانیان سرشناسی قرار گرفتن، خود جامعه نیز به بازسازی و تولید مراکز مدنی که از حقوق شهروندی و آگاهی رسانی های سیاسی پشتیبانی می کند اقدام کرده و امروز از پایگاه برتری برخوردار است. برای مثال به کتاب یلو پیج ملی اشاره می کنم که همان راهنمای مشاغل ایرانیان است. در این کتاب که سالانه چاپ می شود بیش از 500 شغل طبقه بندی شده ایرانیان خارج از کشور منعکس است. شما اطلاعات اکثر پزشکان و وکلای ایرانی را به همراه صدها شغل معتبر دیگر در این کتاب به راحتی می یابید. کلیه فعالین جامعه ایرانی مقیم آمریکا، کانادا و کشورهای انگلیس، فرانسه، آلمان، هلند، یعنی اروپا هم در این کتاب
طبقه بندی شده و به رایگان در اختیار عموم ایرانیان قرار دارد. اگر در ایران امروز مثلا تلفن 118 به شما یاری می‌دهد، در آمریکا هم تلفن ساده 50-50-100 با کد 118 کلی اطلاعات مشاغل ایرانیان خارج از کشور را عرضه می‌کند که با همین نام در اینترنت هم می‌توانید از آن بهره مند شوید، حتی از طریق تلفن دستی خودتان. پس ما اینجا ساکت ننشستیم و در کنار اقیانوس اطلس یا در کنار رود تمز برای خوشگذرانی جا خوش نکردیم. در اینجا جامعه کوچ کننده در حال رشد است و برخلاف تمام محدودیت هایی که در داخل کشور از جهت حقوق شهروندی و دستیابی به مدرنیته اعمال می شود، ما در خارج با بهره‌وری از امکانات کشورهای پیشرفته جهت برنامه ریزی آینده ایرانی آزاد و دموکراتیک کوتاهی نمی کنیم. باشد که در تاریخ ما را کوچ کنندگان 79 بنامند. بخوردانها را چه بر سر آمده است که بوی گوشت سوخته می آید و شاعران چه بر سپیدی کاغذ نوشتند که سرمدان سراغ هنجر را می گیرد. مرگ پوشان که پیشانی ماه را به سنگ زده بودند هنوز تماشای بتی را اصرار می کنند و به جستجوی مژه‌ای مرکب و کاغذ را انگار که سرمه‌ای به چشم می کشند. مرگ پوشان از درخت سوزن برگشتند هنگامی که شاعران خودسوزی را بر خط آبی دریا نوشتند. نامه‌ای فرو شده در تنگ حضور جاری عشق است تا نهایت کف. پروانه سپید دلیل روشن عشق است و ابریشم دلیل جاری آتش. سرمدان می خشکد هنجره اما می ماند در قحط سال صداها. سال سبوت، سال فراز، سال گریز و انتظار، فصل شکفتن فلز، سال سیاه 2000، سال سبوت عاطفه تا بی نهایت زیر سر نهایت مدراج زن اندیشه تفسیر سر تو ذهن ماشین های سر معنای عشق و احیاج روی نوار حافظه یعنی یه درد بی‌علاج. همانطور که در اولین برنامه کوچ ایرانیان اشاره داشتم، داستان مهاجرت قوم ایرانی داستان غم‌انگیز است، زیرا دلایلی که منجر به گریز از کشور شده خیلی غافلگیرانه رخ داده و هیچ کس استقرار یک حکومت ظالم و سراپا فاشیستی را برای ایران پیش بینی نمی کرد. چون با سخنان رهبر انقلاب در فرانسه و مدافعان ملی‌گرای آن انتظار حکومتی مردمی تر از گذشته می رفت، نه حکومتی که از چاه جمکران سر در آورده باشد. این هفته در لس‌آنجلس دیداری که با دو تن از اندیشمندان نویسنده مقیم اروپا داشتم، نکات جالبی مورد بحث قرار گرفت. ایرج پزشکزاد که در ایران ممنوع خروج بود، با دید دایجان ناپلونی خودش شرح می‌داد که به بهانه معالجه پا تصمیم گرفت کشور را ترک کند، که انقلابیون فرودگاه جلوی او را گرفتن و دوباره ممنوع خروجش کردن.
در فرودگاه آنها تأکید داشتن که چرا به جای مداوا در اروپا از درگاه امام رضا در مشهد شفا نمیخواهید. با مسعود بهنود که در آخرین ماهای اقامتش در ایران، یعنی 12 سال پیش که دستگیر شده بود، او میگفت که اگر شما 48 ساعت در زندان انفرادی اوین باشید، هر چه از شما بپرسند، چه بدانید چه ندانید، بدون چونه چرا خواهید گفت. من زنی هستم که 2 سال در زندانهای رژیم استبدادی ولایت فقیه بودم. واقعا نمیدونستم که شکایت خودمو برم به انجمن حمایت از حیوانات بکنم یا به دادگاه، چون با من کاری رو کردن توی بدن من. هر جا هر دکتری که شما ببرین که نشون بدین آثار شکنجه‌ای که در بدن من هست وجود داره. کدوم دموکراسی؟ کدوم آزادی؟ فقط به جرم داشتن عقیده مخالف ولایت فقیه باید منو توی گونی بکنن، آویزون کنن، با کابل بزنن؟ باید کف پاهای منو تو فلک بکنن؟ انقدر با کاب زدن که من رو زمین خودم رو میکشیدم، راه میبردم. من از پا زنجیر کردن، آویزون کردن، طوری شده بود که من 1 سال خون ادرار میکردم. کدوم دموکراسی؟ شوهر من در واقعه 18 تیر دستگیر شده، کشته شده. من هیچ اطلاعی ندارم چون مفقود الاثره، هیچ اطلاعی ندارم. فقط به جرم داشتن عقیده مخالف ولایت استبدادی فقیه. کجای دنیا شما کجا دیدین که انسان با انسان کاری بکنه که انسانهای اولیه در حق حیواناشون نکردن؟ که اینا با من و امثال من کردن. کسی که شکنجه شده، کسی که زندان شده میفهمه من چی میگم. کسی که کابل به کف پاش خورده میفهمه من چی میگم. من از دولت آلمان و از تمام کشورهای اروپایی خواهش میکنم واقعا بیان به درد دل تمام ایرانیایی که گوش کناره، یعنی ما میتونیم بگیم که آواره ای ما، به درد دل ماها برسه. ما نمیخوایم این رژیم باشه. ما باید چجوری اینو حالی کنیم؟ بابا 60 میلیون جمعیت توی ایران بر جمهوری اسلامی رأی نهی دادن. چرا نمیخوان اینو بفهمن؟ چرا نمیخوان درک بکنن که بابا مردم نمیخوان حکومت استبدادی ولایت فقیه باشه؟ دیکتاتوری شاهنشاهی رفت و دیکتاتوری ولایت فقیه اومد جایگزینش شد. خب میخوان تعمیر کنن به مردم دیگه، به خاطر به درد دل ماها برسیم. واقعا حرفامون رو پخش بکنین. امثال من توی این مملکت زیاده. 2 سال تو سیاه‌چالای خمینی من بودم، یه دختر 19 ساله بودم. اونی که شکنجه شده میفهمه من چی گفت میگم، اونی که درد داره میفهمه من چی میگم. و الان از سرنوشت شوهرم بی اطلاع هستم. واقعا بیاین به درد دل ماها برسید. این کنفرانس ها فقط کنفرانس های کارتل های نفتی امریکا هست. اینا بانک های امریکایی هستند که امثال خاتمی رو تربیت میکنن بیارن برای منافع خودشون، برای سود خودشون، نه برای ملت. در اینجا 3 برنامه کوچ ایرانیان و آخرین برنامه این فصل را به پایان میبریم. با سپاس فراوان از همکار عزیزم دکتر نوریزاده و همچنین همکاران فنی در لس آنجلس، لندن و شیکاگو. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا یک روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را.